چیز خاصی نداره، یک کمک جنگر است. خب خیلی نبود نه الو نه بگو دیگه نه نمیگم ایسی سکتی اگو ای لیو بگو دیگه الو چش نیسی نه 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 نمیگم خیلی یک دفعه بگو بس چی بگو؟ بگو ای لیو بی مکای بریو دارم بگو دوست دارم بس خانم یاسمین یارمل کسی که همیشه دانکش جنگس و بهی نستعین برادرا از خدای خود دو چیز میخوایم یکی آب فراوان یکی دوستی با پاکستان سلام و گرم صمیمانه خدمت تمام بینندای عزیز چینل پنکابلیوم امروز با یک میمان همطور جدید کاغذ پیج در خدمت شما هستیم میمانه که نه تنها یک صدا بلکه چندین صدا داره نه تنها یک چیره بلکه صدها چیره داره گاهی ببینی که معذرت میخوایم دیگه گاهی ببینی که خانم است گاهی ببینی که دختر است گاهی ببینی که یک بچه که جوان است گاهی ببینی که یک مرد بسیار کهنسال است خود چی بگویم دیگه خیبر جان است خیبر جان اخو کل شما مشنستین بیننده های عزیز سال هاست که در رسانه ها کار میکنه هنر نمایی میکنه و نه تنهایی که یک هنرمند است بلکه یک ورزشکار هم هست خب امروز گپای ما حرفای ما کلش بالای کار دوم خیبر جان میچرخه کاری که بسیار آدم ها کم در این کار خود مصروف میسازن کاری که بسیار زیاد برای صحت و سلامتی فکر و اندیشه جوان ها تاثیرگذار است بیایم که از خود خیبر جان بپرسیم که باز حال یک شنونده ما یا یک مزرد میخوایم یک بیننده ما نگویه که یا سمینار مال وقتی که می صحبت شروع کرد یک قرف میزنه یک گپ میزنه که هیچ برای میمان خود مجال نمیده حال اینی شما و این هم خیبر جان تمام گفتنی ها را از خودش بشنویم سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز برنامه شما خوشحال شدم که مرا دعوت کردین یاسمین جان شما خوب هستین؟ تشکر هستین. خدا چی حال داری؟ ساعت چطوره؟ ای تو کجا هستی؟ همینجا هستم، در وطن هستم، در پولی شما، در برنامه شما ششتیم خب، بسیار خوب، نه یک مدت نبودی خیبر جان، من فکر کردم که کجا هستی؟ شاید که خودت هم چی میگن نکاوت کرده باشم نه، یک مدت، بعض وقت سفرهای خارجی از مسابقات خارجی میباشه مثل که پیشتر گفتین، من بله. تقریبا 15 سال 16 سال عضو تیم ملی شطرنج افغانستان بودم و 7 مرتبه قهرمان افغانستان بودم و 4 دستاورد خارجی دارم از خاطر بعضی وقت به خاطر ترنینگ به خاطر مسابقات و فستیوال ها که می باشه بیرون از کشور میریم یک مقدار طول میکشه این مسئله از اون خاطر همه یگان تا که میگه که دو تربوز در یک دست گرفتن همیشه بعض وقت همه شطرنج زور میشه و بعض وقت اونر زور میشه مگر من فکر میکنم که آل سرت شطرنج زور شده برای از دیگه چقدر دستاورد داری؟ گفتی چند چی گرفتی قهرمانی؟ 7 مرتبه قهرمان افغانستان 7 مرتبه وای وای او مردم 7 مرتبه قهرمان شطرنج در جهان شده ای بچه نه در افغانستان در افغانستان خود طبعا که جهان رو میبینه دیگه 4 دستاورد خارجی و جهانی داریم خب خلاص دیگه ما اشتباه نگفتیم گفتیم که جهانی هستی خب دقیقا که جهانی هستی ای شطرنج چگونه یک بازی است؟ من یاد ندارم شطرنج یک بازی فکری است یک بازی که زیادتر سیاسون بازی میکنن زیادتر کسایی که اهل فکر و اندیشه هستن بازی میکنن بله. و یک بازی خیلی مثل از که بر شما بگم که جمناستیک مغز است تمام بدنت تکان میتی مثل تکواندو میکنی جمناستیک میکنی اما فکر میمون فکر باشی جمناستیک میکنن با شطرنج با شطرنج خیلی یک بازی مغلق و یک بازی بسیار پیچیده است یعنی شاید هر کس نتونه این بازی را اما تو راست یک مشکلات خود داره اما وقتی که بیای علاقمند شوی به مو میتود تدریس ببینی و درس داده شوه و آموزش ببینی باز خیلی جالب میشه اطور سخت هم به نظر نمیرسه بسیار خوب میشه از مهارتایش بگویی
چگونه مثلا یک کسی که میخواد نو شطرنج بازی کنه، یک کسی که نو میخواد یاد بگیره، این چه قسم باید یاد بگیره، چه رقم باید مهارت ها را کسب کنه، یعنی در این کدام قصه میفته از در این شطرنج چطور است؟ قصه خوب از قصه دار از پیدایشش است که بسیار بحث طولانی است و قصه طولانی است، اما کسی که علاقمند میخواد شوه اول باید علاقه بیشتر داشته باشه، یعنی کسی که میخواد که آموزش ببینه اول شرطش ایست که علاقه داشته باشه. خب بسیار بعد از اینکه علاقه داشت انشالله مربی ها هست در کشور، بین به کلپ های شطرنج پیدا کنن، کلپ های در سطح شهر کابل یا در سطح افغانستان کلپ ها هست، در ولایت ها ما کلپ ها داریم، میتونن که با دوستا معرفی شون بازی کنن، هم سیستم آموزش هست و هم سیستم از اینکه بازی کنن با یکی دیگه باشن، یعنی انکشاف مغزی هم هست. دقیقا خب اونو فوایدش میشه، فوایدش چی است که حافظه را تقویت میبخشه شطرنج، مریضی الزایمر یا میرگی که ما میگیم اونو را کلن آمارش را صفر میکنه، یعنی خطراتش بسیار کم میشه و دوراندیش میسازید، یعنی بر آینده برنامه ریزی خوبتر کرده میتونی و فواید زیاد داره. یک فواید خیلی خوب شست که آدم مدیر برنامه های خود خیلی میتونه، یعنی مدیریت برنامه زندگی خوب برات آموزش میتونه داده که یعنی شفر. یک بازی به اصطلاح چی میگن معتبر است، یک بازی معتبر، بازی پذیرفته شده، بازی که دنیا همیل فدراسیون دارن، کلوپا دارن، بنیادهای مختلف دارن، یعنی یک سرمایه گذاری عظیمی در قسمت شطرنج شده که دنیا فعلا خیلی میتونه یک عاید خوب هم بر بازیکنها ایجاد کنه و هم بر خودش مثل یک بزنس. ما شطرنج بازیش بسیار کم دیدیم خودم شخصا دیگه، یادم میاد چندین سال قبل که ما به یک فستیوال رفته بودم، یکی از فستیوال های جهانی بود در مسکو. بله. اونجا که وقت در کافه ها میرفتی، در رستوران ها میرفتی، سر هر میز یک دونه شطرنج ماندگی بود. معذرت میخوایم، باش من اول گلون مصاف کنم. یکان دفعه سر هر میز گفتم که امی شطرنج، تختی شطرنج رسم شده بود. بله. باز اتر دانگک ها داشت، این دانگک های از دیگه چی داشت، مغناطیس داشت که میموندی بازموش. بله. ترق استاد میشد. بله. من که دیدم هم تو برم سوال پیش شد، گفتم این چقدر یک چیز خوب است، چی رقم بازی میشه، ولی میدیدم مردای کهنسال زیادتر است. خب. مردای کهنسال و من یک موضوع دیگر رو متوجه شدم در اونجا که اکثرا امی آدم هایی که بازنشسته بودن و مخصوصا نظامی ها بودن. بله. زیادتر در او کافه می آمدن شطرنج بازی می کردن. معذرت می خواهیم کرونا نگرفته و من تا یک دونه کشمش بیشتر خورده بودم، اما گلون من یکم بله یا دیگه من بسیار علاقمند شدم که چطوری مردای کهنسال زیادی بازی را می کنه. دیگه تصادفا در یکی از مگزینا که اونجا مگزین میگفتن مغازه را، در یکی از مگزینا رفتم، یک دانه شطرنج پیدا کردم، بسیار خرد ریزگک یا مغناطیسی بود. امیر خریداری کردم آوردم در خانه بر شوهرم تحفه دادم، چون شوهرم هم یک نظامی بود، بسیار زیاد امیر شطرنج گپا را خوش داشت. در جان زدی دیگه خوب والا نه باز در پولیس دیگه تحفه هم آوردم. ای میگفت که مثلا ایش شاس و نمیفهم، ایش عسکر است و ایش نمیفهم چطور است چنان است. بله ولی من از بازیش اما تا را چی میگه سر در نمی آوردم. گفتی ایرانی ها خب اینجا چی است؟ یک مشکل است که شما آموزش ندیدین، یعنی سر در نوردین. یک مسئله را که پیشتر شما خیلی خوب یادآوری کردین که کسایی که کاکاگکا بودن گفتین پیرکی ها بودن. بله زیادتر اونا خو از بیکاری هجا رفتن شطرنج بازی میکردن، که یعنی تقاعد یافته هستن و نظامی هم چون بحث نظامی، جار جنجال های نظامی، تکتیک های نظامی در شطرنج نفته هستن. بله. از او خاطر برشان دلچسب هستن، بیشتر نظامی ها و سیاسیون خیلی بازی میکنن. اما او چون در گذشته بود، وقتی که دنیا متوجه شد فوایدش، مثل بیشتر گفتم قدرت حافظه را بالا میبره و دیگه و دیگه و دیگه،
یک مصروفیت سالم بر نوجوانا و جوانا امروز ایجاد شده. بله بله. یعنی میتونه یک شطرنج باز از سن 4 سالگی و 5 سالگی زیر تربیه گرفته میشه، آموزش داده میشه، چی کمک میکنه؟ هم در درسای قدرت حافظش بلند میره، از خاطر بر درسایش کمک میکنه. در حالا جز نصاب تعلیمیشان است در پانتونا درس داده میشه شطرنج. در مسکو که شما رفتین، در روسیه که شما رفتین، اونجا خود شهر دنیای شطرنج هم اونجاست. بله. خیلی رشد یافته و خیلی، یعنی من فکر نکنم که در خانواده تو کس نباشه که شطرنج در روسیه یاد نداشته باشه و در خانشان نباشه. حتما یا شطرنج است یا یک شطرنج باز اونجا پیدا میشه. بله. دیگه بسیار یک ورزش خوب است، بخصوص بر جوان ها، بر نوجوان ها، و یک ورزش سنگین با وزن است که تو میتونی که بدون خیز و جست و بدون از یکی سرت لج باشه، پت باشه، چادری بپوش یا دیگه بپوش یا خیزک دیگه سنگین. بسیار جالب است گفت که چادری بپوش، والا خیلی خوب است دیگه اگر شرایط قسم بشه که ما چادری بپوشیم. خدای نخواست یک کار خود کنیم که یک شطرنج بازی در زیر چادری خود کنیم. اگر چی در دوران طالبا من بود، خب من بود حتی بر مردا این بازی را یک بازی حرام دانسته بودن. خوام. ولی با اگر بار احتیاط اگر آمد زیر چادری هم میشه. خب خوب از یک مصروفیت پیدا میشه. خیبر جان، در گذشته ها دمی خانه های مردم کابل ما چند چیز زیاد میدیدم، یکی شطرنج امروز من نفهم چی گپ شده، یکی قطعه، دو سیومم امی یک تختی چارکنچ که از کرمبول بله که اقسم بازی میشد. بله دیگه اینمی سه چیز در خانه های مردم کابل بسیار زیاد بود، یعنی مصروفیتشان امی بود. شبهای جمعه وقت دوره هم میشیشتن بازی ها کرمبول میزدن یا شطرنج و یا موسیقی میکردن و یا هم تیکه و فیسکوت قطعه بازی. مگر متاسفانه که من از این بازی ها یکشم یاد ندارم. خود تو از اون دوران هم هستی، ما افسوزی میه و میاد. او والا نمیفهم. نه من فکر میکنم که زیاد مصروف درس و تعلیم و اولاد یا درس بوده یا چی بودی مربوط کارهای اون مصروف کارهای هنری بودی؟ مصروف کارهای هنری هم بوده، اولاد داری هم بوده، درس خواندن هم بوده. دو دوره ای که من مثلا باید این چیزها را یاد میگرفتم، هم تفلدار بودم، هم مکتب میرفتم، هم عروس این خانه داری دیگه به اصلاح زندگی مشترک. کلش جنجال است که باز یک خانه مکه میمانه و تمام کارا برسه. یعنی ما هم بسیار به می ورزش ها علاقه مند هستم که یکی جمناستیک است، با اسکیل رانی است او بازی است. این سه سپورت بسیار قشنگ یادم دارم و خوشم دارم. توپ دنده چی؟ نه دیگه توپ دنده توپ دنده رو دیگه ما نمی کنیم، برو بچه های روی کوچه می کنیم. کلک دنده؟ دنده کلک او چوبک است، توپ دنده اونوز که توپ می زنی. او خوب باز برش یک چیز دیگه میگن کرکت میگن که بسیار یک بازی. نه کرکت علایده است. خب توپ دنده رو دیگه ما ندیدیم، فقط ما چند بازی رو دخترانه رو یاد دارم که اونمو او بازی است، جز بازی است، ریسمان بازی است، جمناستیک است. از کلش که در خیبر جمناستیک خوشم میاد. چقدری بازی دلچسب است جمناستیک. یک جمناستیک بدنی که فیزیکی است، یک جمناستیک مغزی هم که بخیر مکمل میشه. والا جمناستیک مغزی دیگه همین شطرنج است. همین شطرنج است. خب دیگه مجبور پیش خودت شاگردی کنم، در غیر از اون مشکل است که من خدمتت. هر وقت که خواستی یک برنامه یک بار جور میکنم. زود یاد میگیری، خیلی زود. والا سخت هم نیست. ای بخاطر ازی گفتم که باید یاد بگیریم که می فکر انکشاف کنه و یاد گرفتن مثلا دیالوگ و یاد گرفتن همی خود یک اسکریپت تئاتر که برات داده میشه، نه یک به اصطلاح سناریوی تئاتر که برات میتن، او خوب به هزارا ورق است. تو باید او را یاد بگیری، نه؟ هم خودت یاد بگیری، هم پارتنرت حرفایش یاد بگیری، هم میزانسن باید در نظر داشته باشی، خب بکراون موزیکا کلگی باید از ذهنت
عکس شو. از خاطر آدم باید والله شطرنج یاد بگیره. دقیقاً قدرت حافظه کمیره بالا میبره. و یک چیز دیگر هم که تازه یادم آمد، وقتی که شطرنج باز میشه، یعنی یاد میگیره، کمکش میکنه که حتی با ادبیات گپ بزنه. لغت ها یا واژه ها خیلی سریع روی زبانش میاد. بله این شطرنج آن قدر تو رو تمرین تقوی میکنه که چون قدرت مغز بالا میره و همه واژه هایی که بعض وقت ما چرت میزنیم، مثلا میگیم چی بگوییم، وقفه ها را از بین میبره. از بین میبره. اینن میبینیم شطرنج بازم چطور تیز گپ میزنه. راست میگین به خدا. ای خواست، ای گپ خواست. خیبر عزیز، چند تصویر برات نشان میدم. خودت در مورد شان یا صحبت میکنی یا هم یکی از جمله هایشان میگی بر ما. درست است؟ خدا کنه تمثیل نباشه. خب دیگه هر چی که بود. توکل به خدا. خب کی هستی؟ بیبی؟ آها، کرزای صاحب. بله. نشان بتم به کامرا؟ چرا نه؟ بله. خب، این کرزای صاحب است. خیلی دوست داشتنی است، نه؟ خیلی. خیلی. اینا با وجودی که مشکلات هم بود در دورش، ولی مرد یک محبوبیت خاص خدا داشت. خیلی مردم دوستش داشت. احترام شد. من شخصا خیلی دوستش دارم. هم احترام شد داریم. خیلی سرش برنامه هم جور کردیم. اتفاقا در رسانه در برنامه تنزی ای چیز نگفت. سعی کنین چقدر انسان با شخصیت است که اگر کسی سرش برنامه هم ساخته فهمیده نگه که اونر دوست است. خودش یک شخصیت اونر دوست است. از او خاطر حرف را به زبان نیاورده. و یک جملهش یاد میاد که بسیار مینالید از پاکستان. بله. بسیار خوب کل ما شما از پاکستان مینالیم و درد داریم. همسای خوب شاید نباشه. همیشه میگفت که بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. برادرها، از خدای خود دو چیز میخوایم، یکی آب فراوان، یکی دوستی با پاکستان. کت دیگه همسایه روابط خوب است، یک پاکستان خدا زده مانده. چقدر مقبول و نگفته نمونه. ما امی کرزای صاحب از جنب رئیسای جمهور افغانستان یکی دکتر نجیب بسیار زیاد دوست دارم و داشتیم و خواد داشتم و یکی هم جناب کرزای زیاد دوست دارم. همه دنیا هم دوستش داره. بله. یک کس دیگه هم که بسیار بر من محترم است، بسیار دوستش دارم، بسیار زیاد آنرش میپسندم. شما ببینید. واه واه، مقصودی سب. از مقصودی سب خو باش که چهرش هم نشان بدم. بله. کسی که سریال ده کنده زویا بله به دنیا نشان داد و معرفی کرد که افغانستان ها میتونه سریال ساخته. فکر میگم در اون زمان سریال نبود، نه؟ بله، تقریبا از امی اولین سریال ها بود. امی سریال ده کنده زویا اولین کسی بود. اینا تیمشان، کسایی که در این تیم کار میکرد، به خصوص آقای مقصودی، این سریال از زنده کرد و بر مردم نشان داد و بر جهانیان حتی نشان داد که ما میتونیم. ما میتونیم. بله. خب ما چیز نمیتونم در مورد آقای مقصود، ممنون مقصودی، تمثیل کنم، ولی خیلی دوستش دارم، خیلی احترامش دارم. سرمایه ماست، بزرگ ماست. زنده باشه. صحت و سلامتی نصیبشان باشه و عمر و دراز نصیبشان باشه. تشکر. بسیار زیاد. خو یک تصویر منشون میتونم باز شما گپ بزنید. یکیس فرزانه ناز. خب یک کنسرت همراهش داشتیم در در مزار، در شهر زیبای مزار. درباره من تمثیلش شاید نتانم، تو چیز خاص نداره، یک کمک جنگر است. خب ولی خیلی دوست داشتنی است. جنگ هم که میکنه خیلی خوشایند است. خوشایند است. گپ خاص سرش ندارم. هنرمند ماست، نور چشم ماست، جوان است، پر انرژی است، با استعداد است. موفق باشن. من تمثیلش اگر میتونستم حتما میگرفتم. خب من نگفتم شما را که تمثیلش کنین، من گفتم که در موردش بگوین. بیان که من در موردش بگویم. فرزانه ناز هنرمند جوان و با استعداد است. بعضا فکر میکنن که دخترم است، دختر من است، ولی یک هنرمند خوب است، جوان است،
ما باید تشویقش کنیم، در راه های درست راهنمایی کنیمش و برش آفرین بگوییم که در این شرایط مثلا آواز میخوانه، کار میکنه. و ای که در بعض جایا به ما مادر خطاب کرده، ما تشکر میکنم از ای که بر ما مادر خطاب کرده، ولی دختر اصلی من نیست. خب یکی دیگرم ما اول نشون میتم. واه 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 واه، کسی که دیگه از شیرش معلوم میشه. خب شما هم نشان دادین که اول آدم میترس ازش، مگر آدم خیلی مهربان است، خیلی دوست داشته است. سلیم شاهین کوتا یک خاطره ازشان دارم. مهمانم بود در یکی از برنامه رسانه ها، مهمان بود، سونی سک کردم هیچ چیز از ذهنم نامد. آخر گفتم خوش آمدی آقای کیک بم بم، یه رقم چی شد سرش بد واکنش نشان نداد. خب تقریبا یکان 4 سال بعد مردید دمیشار، ما میرفتم و میامد همی از دور بغل آواز کرد، گفت کجاستی کیک بم بم. شاهین مرد مهربان است، مرد بسیار سرمایه شماست. بله سرمایه همی کشور است. نگفته نمانه که خیلی مرد دلسوز است، خیلی مرد صمیمی است. مردم گاه گاهی خب هر کس پشت هر کسی یک گپ میزنن، ولی ما ایتو میگم بیننده ها یا ای مردم عزیزم، بیاین اول واقعیت ها را پیدا بکنیم، بعد در مورد یک آدم هر چی که از زبان ما برآمد بگوییم. اول خب ما حق از این نداریم که بالای کسی نام بگذاریم یا مثلا حرف زشت برش بگوییم یا هم توطئه کنیم، ولی توقع میره که هر گپ و واقعیت هایش پیدا کرده بعدا بگوییم، تا میگه نشوی رسوا امرنگ جماعت باش. و چی است؟ کاکگی خود دار. بسیار بسیار مرد کاک است. ایره خو من برات تصدیق میکنم. خب بسیار یک نازنین آدم دیگری را هم که برای من بسیار زیاد محترم است، دوستش دارم، به شما نشان میدم. کی است؟ به 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 خاکسار صاحب، بزرگ این کشور ما، بزرگ تئاتر سینمای ما، کسی که اولین بار کتش معرفی شدم، من چی بودم؟ شاگرد مکتب بودم. خوب بسیار خوب. شاگرد مکتب بودم، روز معلم بود. کرزی او قانونی سب وزیر معارف بود. بله. و کرزی سب رئیس جمهور، روز معلم بود. 5000 معلمین معارف افغانستان دمی تالار استقلال جمع شده بودن. خوب بسیار خوب. و من نقش تلویزیون نداشتم، خاکسار سب یک نمایش جور کرده بودن. استاد غلام خانم یکی از استاد خیلی خوب ما بود، باز خاکسار سب نقش داشت. من تنها در میخانه از این نقش تلویزیون نداشتم. و بعد در صندوق تلویزیون جا گرفته بودی چطور؟ وقت تقلید صدای آقای نیازه سنگر بود، وقت معروف بود، نطاقه بود، رسانه های دیگه نبود. خیلی صدای گرنگ و متین صدای شد، من خبر میخوندم. باز خاکسار سب اونجا خیلی کمک ما کرد. حالا میتونی خونده با تون صدای آقای نیازه سنگر؟ بله. اما متن خبرش یادم رفته. یقا خب میتونی که بگوی گران و وطن بار. اما تو بلند صدای غور. گران و ولیدون کو السلام علیکم. بسیار مقبول. دیگه وقت خوب یک خبر 5 دقیقه سر پاکستان جور کرده بودیم، جالب بود. خوب بسیار خوب. خیلی خنده کرد، خیلی خوب. خوب بسیار خوب. شکر. دیگه خیلی مرد مهربان، استاد گرامی. بله. الله یک کسی گرم نشان میتونم. خدا مورد از چی گفتنی داری؟ اگر چی پیش از شروع برنامه هم گفتم. بله. خب خانم یاسمین یارمل، کسی که همیشه دانکش جینگ است و ای از خوبیت است، خواهش میکنم، خواهش میکنم، ویژگی خاص چهرهت است که آدم احساس میکنه که خوش هستی و خندان هستی و هر رقم مود آدم باشه تغییر میتیم. بله بله، خوب میسازی. خب تشکر. و دوم دیگه جنگره نخواد باشی؟ نیستم.
انت جنگر هستم. خب دیگه وطن که اگذر جنگر هم نبودی دیگه باید پایمال میشادن. بله بله بله، از حقوقت که دفاع کردن نتونستی و حقیقتا که خواستن نتونستی دیگه، چی میگم مثل همی آب روان وری از یک کوچه با کوچه دیگه بالاخره از یک شد بشر دیگه شوت میشی میری دیگه خلاص. و مادرخوانده فرزانه جان ناز سعی کنید. خب خیر دیگه، ما خوش هستم که اگر ما چی میگه بر ما مادر خطاب کنه و ما را مادر بگه ما افتخار میکنم، مشکل نیست. کلش هنرمندا که هستن یک خانواده هستن. بله. سعی کن خیبر جان اینقدر که مثلا ما امرای خودت در این پشت صحنه بگویم امرایت صمیمی هستم، امرایت چی میگه باز هستم، یعنی زیاد امرایت اقسم کانتاکت داریم نه؟ گپ میزنیم، قسم میکنیم، میگه پا شاید امرای یک کس که در بیرون باشه نداشته باشم، چون همی هنرمند ها که هستن تمام بخش هنری را ما برش هنرمند میگیم، چی مثلا شاعر است، چی نویسنده است، چی کسی که داستان نویس است یا قصه پرداز است یا مثلا ممثل است، هنرمند تئاتر است، یا با کلش یک خاندان هستن، یعنی خاندان هنرمند هستن و از یک قوم هستن دیگه، از او خاطر یکی با دیگه خود ارتباط دارن. چی خوب است که ما هر کس هر کدام ما را در آغوش بگیریم، حمایت کنیم، دوست داشته باشیم، با هم صمیمی باشیم، چی از آوازخوان است، چی از هنرمند تئاتر است، هنرمند سینما است. چطور؟ دیر وقت در بغلم موندی. چی فرق میکنه ایش؟ هستی گمزدی 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 که باش کنم اینجا باش. آغوش گرم میدن. خیلی عالی، فقط موفق باشین، صحتمند باشین، همیشه مثل عکستان جوان باشین. خب جوان خود نمیمونم، خب خیر دیگه با مرور زمان آدم پیر میشه و پیری هم خودش یک لذت داره. از چیزی که من هیچ گام متاثر نمیشم امی سن سال است خیبر جان، میفهمین هر دوره از زندگی اما لذت خدا، اما کیفیت خدا، اما شیرینی خدا داره. من آلگاهی احساس میکنم که ای کاش همیشه همی سن سال میبودم، چون در دورانهای جوانی ایش نفهمیدیم که زندگی چطور تیر شده، حالا میفهمیم که مزیت زندگی در چی است. خب یک جوان دیگر هم بر تو نشان میتوم. من خودم مقدر شناسایی ندارم با ایشان، نمیفهم شما. به 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 خب باش که اول نشان بتم عکس چه مبارک شای شهرام. کسی که به فکر من البته. خب مبارک شای شهرام یکی از برجسته ترین نویسنده های افغانستان است که هم رفیقم است و هم خیلی کمک کرده مرا که در برنامه ها موضوعات خیلی خوب بنویسه و خیلی نقد خوب کنه. متاسفم که من با ایشان معرفت ندارم، ولی باید حتما بشناسم. دیدیش حتما دیدیش یا که دیدیم ایشان را فراموشم شده ندیده باشیش و زیادتر پشت پرده کسی که پشتیبانیم است، کسی که پشتیبانیم است و من پیش هستم او دمی پشت سرمم، اما تو کوار استاد است بسیارا. و خیلی کتش نزدیک هستم در قسمت طنز پردازی و خیلی کمک میکنه که از لحاظ نوشتاری که بسیار خوب. خب خیلی خیبر جان یکی از روزا حتما مرا با ایشان معرفی کو که من امرای از اینا یک معرفت حاصل کنم و ببینم شما که چقدر انسان پرقدرت و پرتوان هستن و ما متاسفانه که آگاه نیستیم از این. خب همه نویسنده ها، همه شعرها و ادیبان دوست داریم، احترام میکنیم و بخصوص من فکر میکنم که نظیرش در افغانستان نیست، آقای مبارک شای شهرام که نویسنده، شاعر و طنز پرداز مشهور افغانستان. خب من بسیار امیال یک قسم چی بگه احساس کمی کردم که چطور آقای مبارک شای شهرام ما امراش اینقدر دور ماندیم ازشان و نشناختیم شان، اما دیدن دیدیم شان. دیدیش حتما باز که امروز بخیر بله سر خوردیم حتما وقتشان میتونیم. حتما خیبر جان گل. خب تشکر خیبر جان که آمدی در برنامه و لحظات را با ما بودی، صحبتهایت بسیار زیاد شیرین است و خب یک چیزی را که من ازت میخواستم نمیفهم قصدن انجام ندادی یا چطور. خب به هر حالتش یک فکایم نگفتی که می بیننده های ما اقلا
کمه فضایشان دیگه میشد. زینم دیگه شور فکایی دیگه تو برو خیلی ایلا کردی ردشا. نه دیگه اگر میای فکایی خو یک فکایی خو بگو اقلا. خب حتما به زینم بیا میگم. درست است. سیست. خیبر جان گفتی که یک شطرنج باز بسیار نام خدا ماهر استی که تقریبا 7 بار قهرمان شدی، هم در افغانستان هم در جهان مطرح شدی، مردم شناختنت. از این که بازی شطرنج یک بازی مغزی است و فکر انسان انکشاف میده و انسان زیاد به فکر کردن وادار میسازه، آل خودت نگفتی که از این بازی ها در این زندگی روزمره چگونه استفاده میکنی؟ حتما شطرنج باز در کل انسان در زندگی روزمره خود هر لحظه اگر بگم شاید خوب نباشه، یعنی بازی کرده میره، شطرنج بازی کرده میره، یا شطرنج بازی میکنه یا ای که حتما بازی میکنه. و چی زمان خودت میباشی؟ وقتی که تنهاستی خود آدم میباشه، غیر از کلن در بازیستی، با هر کسی که صحبت میکنی بله. در بازیستی. و شطرنج هم همین قسم است، بعضی وقت مجبور میشی که بعضی تکتیک ها را بزنی در آنجا، بعضی تکتیک ها را اجرا کنی در آنجا به خاطر پیروزی. تکتیک هایی که شطرنج آموزش میده او را بسیار راحت تر میتونی که بکار ببری با ما حولت، با انسان ها، با مدیرها، با رئیس ها، با خانواده، با دیگه، با همسایه و با هر کسی که در تماس هستی. بعضی وقت میشه دیگه شطرنج به میز که آدم بله خیلی دیگه خوب نام خدا چی میگه در کارهای موفق هستی، چون که هم از هنرت کار میگیری، از هنر تمثیل کار میگیری، هم از شطرنج کار میگیری که اردوی از این هنر، یعنی هنر بازیگری و هنر شطرنج اردوش در زندگی شما بسیار نقش مهمه داره که خودت میتونی از این هنر، از اردو هنرت در تمام عرصه‌های زندگی استفاده کنی. به خاطر موفق شدن مجبور هستی دیگه، دیگر راهی برات نمیمونه، مجبور هستی. بله. پس انسان خودش در زندگی یک بازیگر است و زندگی صحنه تمثیل است که انسان با هر برخورد خود یک تمثیل اجرا میکنه. دقیق است. خب خیبر عزیز، خودت یک هنر پیشه هم هستی، یک بازیگر فوق العاده کمدین هم هستی. من خو باز من بعدا برات میگم که من چند نمره میتونم تا از لحاظ بازی در کمدی، و از خودت میپرسم که برای خودت چند نمره میتی. خب در کمدی قضاوت هم میگذاریم به مردم. خب چرا من به مردم روی صحنه میرخصم بازی میکنم، او را میگذاره به مردم. اما در زندگی شخصیم که اگر بگیم که خودم خدا چند میتم راستی شه بگیم یا مزاق کنم؟ نه راست بگو، گمش کن دیگه، از مزاق بگذر. حالا نمره را به هر حالتش خیلی زرنگ هستم. خوازی خیلی چالباز است. نام خدای تو چالباز، تو چالباز که جورام نداری دیگه. اما ما در بازی کمدی برات نمره میاری 100 است؟ نه 100 است. نه اگر ما 100 قرار بدیم نمره میاری را، ما برات 1000 میدم. زنده چون دیگه ما به اندازه خودت اوتو کمدین نداریم که بتونه رقابت بکنه با شما. البته داریم کمدین های بسیار خوبه هم داریم، ولی جایگاه هر کس جدا هست و هیچ کس نمیتونه که جای کس دیگه را پر کنه. مثال ما خدا ببخشیشه جلالی صاحب، مثال میاریم، بار بار میگفت او مردم بلیاز خدا، ما درایور هستم، ما کمدین نیستم. اما مردم چنان به کمدی ازی علاقمند بودن و چنان دوستش داشتن و چنان وادارش کردن که او واقعا به یک کمدین جهانی تبدیل شد و نه تنها در افغانستان بلکه در جهان هم مردم دوستش داشت و از بازیاش راضی بود. و هم تو از خودت و هم تو از جوانای دیگر ما که در دیگر رسانه ها کار میکنن، یعنی کلشان سرمایه ازی کشور هستن، قابل قدر هستن و ما بر تکشان احترام داریم. بلیاز خدا ما خواه قربانتون، تشکر، سلامت باشین، زنده باشین.
خب خیبر گفتیم زندگی فکر میکنم صحنه از تمثیل است نه؟ اما تر از یک تمثیل کرده بودیم در یکی از برنامه ما تو فکر میکنم بله بله ما خودت بار بار اگر چی سخت هستی جرات من نمی کنم در نه بله از خدا دیگه چی میگه شما جوان هستین شما به اصطلاح چی میگن همه چیز ما در اختیار خودت میمانم هر کس یکی دیگر رو نقش بده تو اول مرا نقش بده مجبور هستیم قبول کنیم صحیح است نه؟ حالا وقتی گفتی تمثیل صحیح است دیگه تو مرا یک نقش بده من خود یک نقش بدم اگه اجازه باشه خود درست است چرا نه؟ من نقش داماد برد میتم من نقش داماد یعنی داماد یک داماد خانه مثلا در یک خانه که داماد میشینی خب من داماد البته من داماد خود نمیگم کار نه حالا دیگه پس چی نیست دیگه عقب نشینی عقب نشینی نیست من یک داماد هستم آه داماد هستیم بله داماد اینیم خانواده هستیم دگال خانواده معلوم نیست فقط من داماد شدم یک نقش داماد بازی میکنم تنها بازی میکنی حالا من داماد شدم مانده دیگه داماد خوشدین نقش خوشیتان من بازی نکنم نه اتر نمیشه حالا من انتخاب میکنم خب شما انتخاب کنی شما داماد شدین من چی میشم خب من که داماد شدم تو نامزاتم میشم وای خب سعیست درست است سعیست خب همین جای بجای ما برم دیگه چی هست نه در رستوران قبل بریم نه در چند سال قبل برم یک نه خاله یک از خود ببینه بگوی که تو با نقش خوشور باید برش میدادی اما نقش نامزاد دادی درست است من نامزاد از اول گفتی قبول میکنیم نه چی گفتی؟ از اول گفتی که قبول میکنیم بله بله هیچ دهی کدام تو هم نامزاد میشه درست است من نامزاد هستم در اینجا بازی کنیم میشه خب یک رستوران تو آمدیم دیگه حالا شبای عید است یا سال نو خب بر چای خوردن آمدیم بر چای خوردن ما چیم خانه خبردار نداره والا ما چیم ما خو از ما خو خیره و با جان تو خب شروع کنیم شروع کن کی شروع کنیم تو شروع کن چه قسم هستی سلام وعلیکم السلام چخب چای میخوری؟ زنده باشی تشکر ایسو سکر کم کدام سگمش که مردکا سکر میکنه همه گی طرف ما سکر بره چه قسم سر طرف تو سکر میشه پس که دسته تکن کومی تک سکر کنی یک قدس کپو میزین مرا بخی میشرمونی گمش کو تیسو سکر شیلا ایسو سکر کنی چی میگی؟ مقبول هستی به خودم بیاسه دیگه کجاست مادرت؟ مادرم چون رفته خانی همیم شون پدرت کجاست؟ آجی کاکایم آجی کاکام رفته دیگه همراه مادرم یک جای ما از مخاطر پتکده بر اومدم از خانه گفتم باش یک دفعه تو را ببینم باز دیگه زود که خانه میرم که نالاگه مادرم شون بیا و پدرم بیا باز یک گلم سن قار میشن قار میشن آه چطور نیست ولی خانه شما که ما میاییم شبای جمعه چرا نمیفتیش اوهو با خدا میفهمی اگه بیادرم خبر شوه کدام خدا اگه پوز و بکل تمی پرانه میفهمی نادر بوغه که میفهمی آه اونمو ولی چرا شما او را اصلاح نمی کنی؟ اصلاح نمی شده اگه اینمی رقم هست دیگه در این مملکت که اصلاح شده که اصلاح شده ای بیادر دیگه ایت خوب بچه هست میخورد که هست ای درس خوان هست میفهم آه ایسان جان نمیگی آه ایسان جان بسیار بچه خوب هست اگه بیچاره درس میخونه تحصیل میکنه دیگه او بیادر کلان ما خود رو میفهمی دیگه سنمه سایی که گفت بزن بعد ماش هست کمش که کلگی طرف مسایل داره میگه اینا خدا مردم نمی بینی آن اونو سعید داره سنما آه اونو فکر میکنه خودم گیست بخیز اینجا بریم تا یک جای دیگه کجا بریم؟ یک جای دیگه من دک پارک میشید نه گمش که حال در پارک رو دیدی که کاکایم دیدی و مامایم دیدی یعنی خلاص بیا و پوره کو دیگه باز میگه که ننوز آروسی نکده وقت که نامزادش در پارک و در رستوران ها میره یک آیلوی خوب بود پیش رو خیره بود نه الان نه بگه دیگه نه نمیگم ایسی سکر یک آیلوی بگه دیگه خیلی یک دفعه بگو بس چی بگو؟ بگو I love you بی ما کاری بری یاد دارم بگو دوست دارم بس نه الان نه نمیشه تو را به خدا آقا نگوی حالا دوست دارم بی اخ مبارک بی سکو ای کدام قشر بود ما خودم هم نفهمیدم کدام از کدام طایفه بودی بیچاره در کدام زمان ها رفتی والا ما بیخی در اون زمان ها بیخی قدیمی رفتم پیش از نامزادی تا
نه من ایتا نبادم فهمیدی خیبر جان من قسم نبادم چرا خموده شما او دوران؟ نه ولی دورانای ما بسیار دوران لکسیات کاکگی بسیار مردم شیک آزاد من امروی نامزادم دست به دست قل در قل در شارنو میگشتم خب میگفتی که اون رقم میگه نه ما خب رفتم طرف اطراف و طرف قریه جان خیلی جالب زنده باشم تشکر آلا بگی چای بگی نه چای نخوردی چای میگیر چای سرد شد بکنی بر دیگه چای پرتم خیبر جان بس فاید میکنم سلامت باشی خب دیگه چی گفتنی داری خیبر گفتنی خاص ندارم بازم تشکر از شما از برنامه نازنین شما خیلی تشکر خوشحال شدم و از اینکه دعوت کردین از اینکه چای دادین از اینکه عزت کردین از اینکه یکسات صحبت کردیم درد دل خود گفتیم قصه‌های شیرین کردیم بسیار خوشحال شدم همین مود ما یک ذره مود بسیار خوب شد یک ذره نگه بسیار خوب همونتون تشکر خیبر جان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و آمدی در برنامه چای با یاسمین یارمل از طریق چینل اپن کابل یو دعوت ما بودی و خدا کنه که همیشه همراه ما همکار باشی بیایی خوب این دفعه خو در کارهای خرد ریزه به اصطلاح چی میگه کار تا استاب کردیم اما باز داینده اگه میمان ما شدی ما ایتو نمیمانیم دفعه میدی خیبر دگر دفعه خوب چون بخبر بودم و تو بخبرک مره گیر کردین دگر دفعه کتیک بودی گفت انشالله اگر آمد انشالله انشالله حتما بین میمان ما باشین و با ما چای صرف کنین با ما قصه کنین از گپایتان از چیزایی که نو در زندگیتان میایه و اتفاقات که مفته و ما خبر نمیشیم شما ما را با خبر بسازین خوب بیننده های عزیز پنکابل یو تا دیدار آینده تا مهمان جدید آینده شما را به الله پاک امانت میکنیم شب و روز خوب و خوش داشته باشین عزیزان خدافظ سلامت